بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به گفته مقام های سعودی، بیش از 2000 نفر پس از افزایش دما به 48 درجه سانتیگراد دچار استرس گرمایی شدند. آمارهای رسمی نشان می دهد که سال گذشته بیش از 1,800,000 مسلمان در مراسم حج شرکت کردند. عربستان سعودی اقداماتی را برای کاهش اثرات گرما از جمله تهیه چادرهای تهویه مطبوع و سیستم‌های مهپاش انجام داده است. روحانیون شیعه و فعالان حقوق بشر بحرینی مخالفت قاطع خود را با اجبار ناعادلانه شهروندان شیعه به اخذ مجوز امنیتی و سپردن تعهدنامه رسمی قبل از زیارت عتبات عالیات در عراق، سوریه و ایران ابراز و آن را یک اقدام سیاسی غیرقانونی و نامشروع عنوان نمودند. مجید مشعل، رئیس شورای علمای شیعه بحرین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: علمای ارشد بحرین از اخذ اجازه رسمی و سپردن تعهد امنیتی برای زیارت بقاع متبرک خودداری می‌کنند. گفتنی است که مقام‌های امنیتی بحرین، شیخ فاضل الزکی، یکی از اعضای هیئت مرکزی و رئیس کمیته شریعت شورای علمای اسلامی را به دلیل انتقاد از صدور این دستورالعمل دولتی احضار کردند. وی گفته بود زیارت عمه اهل بیت یکی از شعائر دینی است و نیازی به مجوز از کسی ندارد. وزارت امور مهاجرین افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که 3077 مهاجر در یک روز به صورت اجباری و داوطلبانه از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. بر اساس بیانیه این وزارت، 27 کودک بی سرپرست نیز در میان این افراد بودند که برای حمایت به مؤسسه کودکان جنگ معرفی شدند. بر اساس آمارهای وزارت مهاجرین طالبان، روزانه 1000 نفر به صورت اجباری و داوطلبانه از این دو کشور وارد افغانستان می شوند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده پدیده آب و هوایی لانینا جایگزین النینو خواهد شد. کارشناسان این سازمان در مورد گردبادهای مهیب در اقیانوس اطلس در این تابستان هشدار می‌دهند و می‌گویند بروز سیل در کشورهای از جمله استرالیا و کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها تا حدود زیادی ناشی از پدیده جوی لانینا است. لانینا و النینو پدیده‌های آب و هوایی طبیعی هستند که معمولاً فقط هر چند سال یک بار رخ می‌دهند. با این حال، تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های مخرب بشر بر روی کره زمین عوامل ایجاد کننده هر دو پدیده را تشدید کرده است.